توی اون زمان شما زودتر کارتون رو شروع کردید یا بانو جمیله؟ نه، بانو جمیله پس پیشکسوت شما هست. بانو جمیله توی سینما هنوز نبوده. بانو جمیله نمیدونم مثل که 16-17 سالش بود که رقصنده عربی بوده. بله بله، بسیار بابا سلطان رقص ایرانه. بریم یه تیکه ازش ببینیم. حتما بریم. بعد این شبایی که با هم میشستید حرف میزدید بینتون دوستی بود فقط؟ دوستی بود. هزار و یک خاطره بود. رقابت که نبود. فقط اصلا و ابدا. اصلا و ابدا. از روز اول هم اینجوری بود؟ از روز اول هم اینطوری بود. و جمیله با هیچ کس رقابت نداشت. چون جمیله یه دونه بود. تک بود. ضمن اینکه رقصنده مشهور ایران، اولین رقصنده ایران بود، بازیگر خوبی هم بود، بازیگر قوی بود. منم بازیگر قوی بودم. خانم آذر شیوا هم در کاتگوری کار خودش، خانم آذر شیوا رقصنده نبود ولی بازیگر خوبی بود. خانم فروزان، خانم فروزان بازیگر نه به اندازه آذر شیوا. آذر شیوا عمقی بازی میکرد. فروزان شیرین و لوند و رقصنده و بازی شیرین میکرد. تو دل دنیا جا میکرد خودشو. چه رقابتی ما میتونستیم با هم داشته باشیم؟ هر کی سر جای خودش بود. نه من رقصنده عربی بودم، نه من آرتیست تئاترم. من بازیگرست سینما، بازیگر تلویزیونم. من لیلای صمدم. هر کدومون یه عنوانی داریم علی جا. هیچ وقت با هم دیگه برنامه اجرا نکرد با خانم جمیله؟ با کجا؟ قبل از انقلاب؟ نه. بعد انقلاب چی؟ نه. ولی فقط دوستی به هم داریم. ولی رفاقت داشتیم، جونمون برا هم در میرفت. پس بریم ببینیم اینه که بانو جمیله سالار سینما بود و صحنه های زیبای کاباره ها. به به، به افتخار خانم جمیله. علی جون رقص رو دیدی، زیباییش رو دیدی، هیکلش رو دیدی؟ موقع مردا فقط دوست داشتن. نه، زنا بیشتر جمیله رو دوست دارن تا مردا. اصلا وقتی کاباره اعلام میکرد جمیله داره میاد، ارکستر بزرگش میشست، آقای مرتضی طاهری هم باش تمپو میزد، روح شاد که عمری با جمیله زده. و این زن وقتی میومد از اون بالای پله ها عظمت کاباره میومد پایین، خدای من، انگار یک فرشته با اون موهای بلند و اون چشمای روشن خوشگلش و اون صورت زیباش وقتی می اومد، همه همینجوری حیرون می موندن. نصف کاباره به خاطر بانو جمیله پر می شد، باورت میشه؟ و هر شب برنامه میذاشت. اگه خانم هایده میخوند، خانم مزدی میخوند، آقای مثلا داریوش میخوند، آقای مازیار، ستار، whatever، همه خواننده ها که اونجا هر کدوم به نوبه خودشون اجرا کردن، ولی جمیله همیشه بود، چون کاباره مال شوهرش بود. حتی گوگوش هم اونجا برنامه اجرا میکرد. بانو گوگوش، یعنی تو همونجا که جمیله برنامه داشت؟ بله بله، اون یکی از بهترین کاباره های ایران بود، یکی از بهترین ها بود. کدوم؟ مولن روش؟ نخیر، باکارا. باکارا یکی از دنیای، یکی از زیباترین ها بود. و اون کجای تهران بود؟ تو هم پهلوی بود؟ اون نه، خیابون پهلوی فقط میامی بود. فقط میامی بود. مال آقای محمود قربانی. باکارا پایین شهر بود. شکوفه نو، باکارا، سه تا کاباره داشتیم که خیلی با عظمت بود، یعنی بدون رزرویشن راه نمیدادن و خیلی بزرگ بود. و شماره درجه یک، درجه دو، درجه سه داشتیم. و کافه شوفرا، سازن زربیا،
تمام راننده های تاکسی میرفتن اون وقت پایین همه مرد، بالا توی بالکن خانوادگی و زن تنها و هیچ کس هم مزاحم هیچ کس نمیشد. بهترین غذا رو، بهترین سرویس رو میدادن. بعد آتراکسیون میذاشتن. علی جان باورت میشه که این سه تا کابره از انگلستان رقصنده می آوردن، از این زنایی که بدنهای خوشگل داشتن با مایو می رقصیدن، پشتشون این پرا داشت، رو سرشون از این پرا می داشتن، یا دو تا مرد سیاه پوست قوی کل وسط می رقصید و زنها این ور مثل یه صفحه اینجوری، مثلا چهار تا دختر این ور، چهار تا این ور، دو تا مرد وسط، و اینا با هم میرقصیدن، آکروبات بازی میکرد. اصلا یه چیز دیدنی، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود و بانو جمیله شاخص همه اینا بود توی اون کاباره. و مسلماً بانو جمیله از من خیلی زودتر اومده بودن و خب من در تلویزیون بودم، هنوز وارد سینما نشده بودم. ولی ایشون اصلا وارد تلویزیون نشد، سینما و کاباره اصلا وارد تلویزیون نشد و فقط تئاتر هم نبود حتی. چه جالب، شما جز معدود هنرمندایی بودید که هم تو تئاتر 9 سال سابقه داشتید، هم این همه فیلم سینمایی بازی کردید، هم تلویزیون. تو تلویزیون سریال تلویزیونی اختاپوس بازی کردی. اختاپوس، فقط اختاپوس، اختاپوسیه، سرکار استوار، صمد، چهار تا سریال نیم ساعته که هر کدوم یه چیزی میگفت. تازه جدای اون تو رادیو هم میرفتی؟ نه اون موقع رادیو نمیرفتی، دوبله ولی میرفتی؟ دوبلش رو میرفتم چون خودم جای خودم دوبله میکردم. یعنی شما بیشتر فیلم های خودتون رو خودتون دوبله بیشتر میرفت. خودم، خانم جاله کاظمی، خانم رفعت جای من صحبت کردم. عجب ید طولایی در هنر داشتید واقعا. با بی خودی نیست، من الان 68 سالم. بگو ماشالله چش نخوری شلاله شهر ناز تهرانی اوست که به تنهایی این همه سال الان آنونسوار داری میگی سابقه هنری را بر دوش میکشد. علی تو خیلی با استعدادی میدونی. نه نمیدونم چی این شو. آره یادش بخیر اون زمانا، یادش بخیر اون دورانا، یادش بخیر تمام لحظه به لحظه قشنگ من و جمیله. ما لس آنجلس با هم دیگه دیگه همسایه بودیم. جمیل این کوچه میشست، من این کوچه. بعد بیشتر جمیله میومد خونه من، نوه من خیلی دوست داشت. حتی تو یک سالگی نوه من وقتی دعوتش کردم بلند شد آوردیمش به زور رقصید. اله قربون اون قد و بالات برم جمیلم. و ما میرفتیم، میومد سر به من دوست داشت که سفره رو من رو زمین بندازم و وقتی غذا درست میکردم عاشق دستپخت من بود. اون و حجتی، همتی، حجتی، خلاصه همه بچه نمیتونم اسم ببرم، همیشه میدونستن که آشپزخونه من براهه. الحمدلله الهی شد. چقدر تصویر از شما پای آره. گاز و آره. پای قابلانه من جمیله میومد سفره رو میدام زنگ زد جمیل نهار رو زیر بلند شد بلند شد میومد با یه لباس بلند چارزانو میشست. بعد عاشق مادر من بود، مامان منم عاشق بود. بعد ادای مامان منو در میابود آقا یک ساعت تو اتاق خنده بود. مامان من توپلی چاق بود و زانوهاش درد میکرد، پاهاش کج شده بود، نمیتونست راه بره دیگه. جمیل ادا مامانم در بود. مامانم اول که میخواست بلند شه اول یه دولا میشه رو زمین، بعد دستاشو میذاشت، بعد بلند میشد کمرشو میگرد. جمیل ادا مامانم در بود، قشنگ
میکردی مثلا مامانم دنبالش میکرد یادش بخواد چه روزای قشنگی داشتی. بعد جمیله هر وقت که میخواست که مثلا یه غذایی حوث میکرد میگفت زنگ میزد بلند شو بیا جون من این غذا رو درست کنم. میرفتم خونهش غذاش برش درست میکردم. بیشتر شبا با هم میرفتیم بیرون با حجی و جمیل میرفتیم ساندویچ فروشی، میرفتیم رستوران، میرفتیم لب آب، میرفتیم غذا میخوردیم. یادم رو یاور همدیگه بودیم و دوران قشنگی داشتیم. عاشق دلیله عزیزم، من ازش خیلی خاطره دارم، خیلی دختر بامرامیه، از آزیتای عزیزم، آزیتا ارباب، یکی از دخترهای بامعرفت این روزگاره علی جون، که باهاش خیلی خاطره دارم. و خلاصه الهی که خداوند بزرگ جمیله عزیزم رو برای ما حفظ بکنه، چون یه جمیله بیشتر نداره. چه شباهتی هم دارن خانم آزیتا؟ اصلا بقل هسته هم دیگه وای میستن، فقط آزیتا جوانتره. آره فقط آزیتا جوانتره، این جوانی های مامانش دیگه، مامانش وقتی جوان مو نمیزن. آخه این همه مادر و دختر داریم ولی آره. این دوتا فرق میکنن، ولی دلیله اصلا شبیه جمیله نیست اصلا. دلیله و آزیتا و جمیله. خب جمیله اولین بچهش دلیله بود، به همین دلیل جمیله و دلیله شد. بعد که آزیتا اومد خب شد آزیتا ارباب. فکر کنم اون انتخاب آقای ارباب بوده، و آقای ارباب یکی از شخصیت‌های معتبر ایران بود، یکی از کاباره‌دارای. چقدر راجع به ارباب صحبت هم؟ خیلی خیلی. من یه تیکه تو فیلم غرور و تعصب داشتم، تو دفتر آقای ارباب بازی کردم، یه صحنه بازی کردم، آقای ارباب روحشون شاد بشه اونجا نشسته بودن تو اون دفتر. وقتی که من تیکه رو بازی کردم بلند شد اومد پیشونی منو بوسید، یه پنج پهلوی به من هدیه داد، گفت این میدونم که برای تو خیلی کمه ولی یه یادگاریه به خاطر اون لذتی که من از بازی تو بردم، و اون خیلی بر من ارزش داشت. پولدار به معنای واقعی، واقعی و کمک کن. و میگن چقدر هم حساب کتابش قوی بوده، قوی درست. و میدونی چقدر انسان زیر دست این آدم کار میکرد علی جان، و همه ازش راضی، همه راضی. مگه میشه آدم یه صاحب کار داشته باشه کوچیک و بزرگ، خواننده و هنرمند، همه ازش راضی باشن و به خوبی ازش یاد بکنن؟ یه آدمی که تازه سواد آنچنانی هم نداشت. میگن سوادم نداشته، ولی اصلا به سواد نیست. میگن ولی چنان حساب کتاب ها رو جوری دقیق حساب میکرد، حسابدار میشستش با 60 ماشین حساب مو نمیزد با اونی که ارباب حساب کرده بوده. دقیقاً مثلا بود آقا فلانی مثلا 2,482,322 تومن مثلا دو قرون حساب داره. تو پاچه کسی هم نمیگرده، یعنی بخواد از این بخوره از اون یا مثلا اونایی که میومدن کاباره اضافه بنویسن یا رو مسکنی گیرونتر، اصلا از این اهل ولی عرفان. چقدر شایعات پشت سرش درست میکرد اصولا... مافیاست و چه نه میدونم. اصلا اینطوری نبود، و یکی از آدمای خوشنام اون دنیای موزیک و کاباره بود، سینما داشت، اصلا یل طولایی داشتش بله. تو این مارکت هر وقت اسمی از کاباره و کاباره داری بخوای بیاری، باید اسم آقای ارباب رو بیاری، باید اسم خانم جمیله رو آقای بیاری. پرویز حجازی آقای بود. پرویز حجازی شکوفه نو یکی از معتبرین بود. بله. بله آقای محمود قربانی. و من فکر آقای میکنم قربانی. این برنامه آقای احمد قربانی. احمد قربانی توی آخرین دقایق این برنامه هستیم، ازتون تقاضا میکنم که این برنامه رو تقدیم کنیم به خانم جمیله با کمال میل. آره، و باز هم تصاویری از ایشون توی بخش آخر برنامه ببینیم. یه بابا کرمشو ببینیم
چجوری جمیله چی شد که بابا کرم رقصید؟ همزمان با اونم از شما خداحافظی میکنی؟ خدای آسمان و عشق و محبت ایزد یزدان مواظبتون باشه. I love you. ایرانی جماعت اسم رقص رو که میشنبه اولین کسی که تو ذهنش میاد خانم جمیل است. هنرمندی که نه تنها نسل‌های گذشته بلکه نسل امروز هم اونو خوب خوب میشناسن. پا که به صحنه میذاشت با حرکات نرم بدنش و چرخش موهای سرش موقع رقص عربی نگاه هر بیننده‌ای رو تو کاسه چشماش میچرخوند. جمیل خواننده نبود اما از دل موسیقی و ساز شهره ایران شده بود. داستان زندگی معروفترین رقصنده ایرانی اونقدر بالا و پایین داشته که معلوم میشه اون نه تنها روی صحنه بلکه توی زندگی خصوصیش هم به هر ساز دنیا تونسته خوب بره. اسم اصلیش فاطمه صادقیه. سال 1325 تو جنوب شهر تهران به دنیا اومد. کودک خردسالی بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن و طبق توافقی که شد سرپرستی فاطمه خردسال به پدرش سپرده شد. اینجا کاباره شکوفه نوه، جایی که پدر جمیله حدود سال 1330 اونجا کار میکرد و از همین کاباره بود که پای دخترک به دنیای ساز و آواز باز شد. معمولا دختر بچه ها عاشق خوندن و رقصیدنن و جمیله هم از این قاعده مستثنا نبود. با پدرش به کاباره شکوفه نو میرفت و بین رقاصه های اونجا میرقصید. به قول خودش از 6 سالگی با لباسای تورتوری دخترونه و دامنای پفی جوری میرقصید که حاضران براش میوه مینداختن و اون چنان ذوق میکرد که همونجا بین رقصش میوهایی که هدیه گرفته بود و میخورد. کم کم خود جمیله هم تو شکوفه نو مشغول به کار شد. این پدر و دختر همراه با گروه های کنسرت برای اجرای برنامه به شهرهای مختلف ایران سفر میکردن که توی یکی از این سفرهاشون به اصفهان داستان جدیدی توی زندگی جمیله رقم خورد. اجرای برنامه‌های جذاب دختری که تو اوایل نوجوانی بود بذر عشق و محبت و تو دل جواد رفیع که اون زمان هم خواننده مشهور و هم بازیگر بنامی بود کاشت و این عشق توی سن 14 سالگی جمیله رو به دنیای تأهل و ازدواج کشوند. اصلا انتخاب اسم هنری جمیله پیشنهاد جواد رفیعی بود. بعد از ازدواج تصمیم گرفتن که به تهران بیان. حالا یه جمیله بود و یه زندگی تازه که این بار کنار همسر بود و جدا از پدر. وقتی این زوج به تهران اومدن کار هنریشون رو ادامه دادن. زن و شوهر تمام لاله‌زار رو متحول کرده بودن. چند ماهی بیشتر نگذشته بود که حرف هنر این زن و شوهر نقل دهان مردم شده بود و آوازشون کل تهران رو پر کرده بود. همین شد که محمد کریم ارباب که اون زمان صاحب کاباره مولان روژ بود از جواد رفیعی و جمیله دعوت کرد تا توی کاباره مولان روژ برنامه اجرا کنند. ارباب خوب میدونست که استعداد جمیله توی رقص کابارش رو به یکی از بهترین ها تبدیل میکنه. همه چیز خوب پیش میرفت و کار و بار خوب بود تا اینکه جمیله باردار شد و نتونست برقصه و به ناچار تا زمان زایمان جمیله جواد رفیعی به تنهایی به کارش ادامه داد. ولی وقتی فقط 3 ماه از به دنیا اومدن دخترشون دلیل میگذشت پایان زندگی مشترک این زوج رسید و جمیله از همسرش جدا شد. این اتفاق دقیقا همزمان با طلاق محمد کریم ارباب بود. از طرفی ارباب که میدید جمیله زنی جوون و تنها با یه بچه است ازش حمایت مالی میکرد و کمکش میکرد تا استقلال و خونه زندگیش حفظ بشه. مدتی بعد جمیله تو آخرای 17 سالگی با ارباب که دقیقا 17 سال ازش بزرگتر بود ازدواج کرد. خانم جمیله توی مصاحبه ای گفته من احساس کردم که ارباب حامی منه و عمیقا دوستم داره. بعد از ازدواج زندگیشون خیلی بهتر و پردرآمدتر از گذشته شد و دختری به نام آزیتا حاصل این ازدواجشون بود. کمی بعد ارباب تونست کاباره باکارا رو هم بخره و تو اون زمان نه تنها خودش بلکه همسر رقصندش هم تو اوج شهرت بود. میگن تو اون روزا نه تنها خیلی از مردم تهران حتی مردمی از بقیه شهرها هم برای دیدن رقص جمیله به کاباره مولان روژ یا باکارا میرفتن. خودش میگفت عزیزه الگوش توی رقصه. وقتی دختر خردسالی بود عزیزه توی شکوفه نو میرقصید. جمیله برای مهمونای برجسته خارجی هم میرقصید. از هنری کسینجر گرفته تا اوناسیس ثروتمند مشهور یونانی. این زندگی مشترک شیرین به همراه با عشق 10 سالی ادامه داشت تا اینکه محمد کریم ارباب
تو سن 44 سالگی به طور ناگهانی سکته کرد و از دنیا رفت. بعد از فوت ارباب جمیله موند و دو دخترش و یه دنیا کار و غم. اون نمیدونست بعد با غم از دست دادن عشقش کنار بیاد یا اون همه کارمند و کار رو جمع کنه. اولین کاری که کرد این بود که دوتا دخترش رو به مدرسه شبانه روزی تو انگلستان برد و برگشت تا به کارای همسرش رسیدگی کنه. ولی تا چند وقت نتونست برقصه یا بازی کنه. جمیله بعد از ازدواجش با ارباب وارد دنیای بازیگری هم شده بود و اصلا شوهرش به عشق اون بود که تهیه کننده خیلی از فیلم ها میشد. سختی های زیادی پشت سر گذاشت تا تونست خودش رو جمع جور کنه و دوباره به کارش برگرده. اون توی خاطراتش گفته که بعد از مدت ها وقتی روی صحنه کاباره شکوفه نو رفته، قطره های اشک بدون اراده روی گونه هاش میغلطیده و تمام خاطره هاش از کودکی تا به اون روز از جلوی چشماش رد میشده. جمیله هر از شنگایی به دو دخترش توی انگلستان سر میزد و مدتی هم پیششون میموند تا اینکه تصمیم میگیره بچه هاشو ببره به آمریکا. و این تصمیم مربوط به زمانیه که ایران روزای پرآشوب قبل انقلاب رو تجربه میکرد. در نهایت جمیله با مقداری از سرمایه هایی که توی اون سالا به دست آورده بود از ایران خارج شد و با دوتا دخترش به آمریکا رفت و بعد از انقلاب دیگه نتونست به ایران برگرده و فصل جدیدی توی زندگی شروع شد. با کلاهبرداری اطرافیانش مقدار زیادی از پولی که به آمریکا برده بود از دست رفت و مجبور شد علارغم میل باطنیش دوباره روی صحنه بره و سالها توی لس آنجلس برنامه اجرا کرد. جمیله حالا دیگه کار هنری خاصی انجام نمیده و در کنار دو دخترش توی آمریکا زندگی میکنه. توی مصاحبهاش بزرگترین امید به زندگیش و نوش میلاد پسر آزیتا میدونه و فرزند اولش دلیله هم با مادرش زندگی میکنه. سال 98 فیلمی توی فضای مجازی پخش شد که تابوتی با ضرب تمپو در حال حرکت بود و به دروغ خبر فوت خانم جمیله رو پخش کردن. اما آزیتا ارباب این خبر رو رد کرد و از سلامتی مادرش به همه خبر داد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.